ایجاد مزاحمت یک روحانی برای یک زن در قم چه بازخوردهایی داشته؟ جایگاه آخوند شیعه در جامعه امروز کجاست؟ و 45 سال حکومت مؤممین چه پیامدی برای خود آنها خواهد داشت؟ همراه چشم‌انداز باشید، من فریبا شیرازی هستم. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را عظمت می دهیم و شما را به مقام انسانیت می رسانیم. 45 سال پیش روح الله خمینی با این وعده ها نخستین حکومت فقها در ایران را تأسیس کرد. همو بود که گفت اسلام منهای روحانیت خیانت است. اما محصول 4.5 دهه حکومت طبقه روحانی بر مردم تا اینجا کشوری پر از نابسامانی بوده. منزوی در جامعه جهانی و شکسته به لحاظ اقتصادی و آشفته از منظر حکمرانی. خشم مردم از طبقه حاکم در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی به شکل عمامه پرانی بروز کرد. اتفاقی که شاید در تاریخ شیعه‌گری ایران کم سابقه بود. اکنون به دنبال انتشار ویدیوی مزاحمت یک روحانی برای زنی در قم، موجی از واکنش‌ها به دخالت این قشر در تمامی حوزه‌های زندگی مردم ایجاد شده. از همان سال 57 که برای نخستین بار در تاریخ روحانیت شیعه قدرت مستقیم را در ایران به دست گرفت، حتی بخشی از متفکران مسلمان هم در مورد آثار منفی حکومت روحانیون بر دینداری مردم هشدار داده بودند. در این چشم‌انداز با حضور 3 کارشناس می‌پرسیم آینده روحانیون در فردای ایران چیست؟ 3 مهمان داریم: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنم، و مهدی خلجی، تحلیلگر مسائل ایران. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان برنامه. خانم بنی هاشمی، بحث رو با شما آغاز میکنم. خب، در سالهای اخیر به کرات شاهد دخالت‌ها و مزاحمت‌های آتش به اختیارها، نیروهای خودسر یا کسانی که آمران به معروف نامیده میشند یا روحانیون و آخوندها در زندگی شخصی مردم به خصوص زنان به بهانه حجاب اجباری هستیم، دخالت‌ها و مزاحمت‌هایی که خب دیدیم، تصاویرش رو دیدیم، بارها باعث لفظی، تنش لفظی میان شهروندان و درگیری فیزیکی حتی میان اونها منجر شده. سوال اینجاست که بستر و شرایطی که دست قانونگذار رو باز میذاره تا شهروندان مقابل یکدیگر قرار بگیرن چگونه شرایطی است، و اگر این بازگذاشتن دست شهروندان برای تقابل با یکدیگر رو یک قانون بدونیم یا مجوزی از سوی حاکمیت بدونیم، بر چه اساسی صادر شده و چقدر با حقوق اساسی افراد، با قانون اساسی و آزادی‌هایی که در قانون اساسی به شکل صریح به اونها اشاره شده، با قوانین مدنی ما و با عرف جامعه ما سازگاری داره؟ تشکر میکنم. منم درود عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیز و بینندگان. ببینید، ما در قانون ایران به خصوص مسئله شأن شهروندی، احترام به شأن شهروندی رو در قانون اساسی داریم و فکرم میکنم یکی از شعارهایی که جمهوری اسلامی باهاش سر کار اومد همین احترام به مسئله حقوق شهروندان و حقوق یکسان در واقع شهروندان بود. اما در رویه ها و در رویه های قانونی هم، در قانون مجازات اسلامی هم، در واقع در همین قانون فعلی هم، مشکلی بابت این که احترام به شهروندان واجب هست نداریم. حتی در بحث به اصطلاح قانون آیین‌دستی کیفری ایران این مسئله به روشنی عنوان شده که افراد ضابطین قضایی فقط موظف هستند که اقدام به هر گونه، حالا تذکر دادن، بازداشت کردن، هر گونه اقدامات قانونی در واقع باید توسط ضابطین قانونی صورت بگیره که به نحوی اونها حالا یا تحت آموزش قرار گرفتن یا از در واقع اون چیزی که ممکنه پدید بیاد از ساید افکت عملشون به خوبی آشنا هستن. اینکه بعد از اینکه اگر مثلا حرکت اشتباهی در بازداشت بکنن، چطور قوانین کیفری ممکنه که خود اونها رو هم مورد اتهام قرار بده. بنابراین ما در این مورد به خصوص ضعف قانونی نداریم. اما اجازه بدین اینطور به این بحث نگاه بکنیم که آیا میتونیم بگیم که با وجود به اینکه سه قوای مختلف
مختلف که در ایران بر اساس اصل تفکیک قوا هم قانون اساسی نوشته شده، با وجود اینکه تماما تلاش میکنن که منویات اصل نظام رو پیگیری بکنن و اصل و درخواست ایدئولوژی رو در واقع پیش ببرن، آیا میتونیم بگیم که با وجود این مسئله حتی این سه قوا قادر نبودن که منویات رهبر جمهوری اسلامی رو در سطح جامعه پیاده بکنن و از همین جهت در واقع علی خامنه ای دستور به کار گرفتن آتش به اختیاران میشه؟ یعنی زمانی که سه قوا نمیتونن کاری رو کاری رو درست انجام بدن، نیروی انتظامی شاید اونطور که در واقع نظام میخواد، هسته اصلی نظام میخواد، نمیتونه با مردم مقابله بکنه، حالا یا توانش رو نداره و یا بازخوردهایی که برمیگرده به هزینه هایی که براش برمیداره رو نمیخواد انجام بده، حالا اینجا در واقع اون خط مرزی هست که نظام از آتش به اختیاران میخواد که استفاده بکنه و اونها در واقع منویات اصل نظام رو پیاده بکنن. بنابراین در این زمین نمیتونیم بگیم که تا حدود بسیار زیادی قانون صراحت داره، چنان که اگر شهروندان در امورات دیگه بخوان با هم دیگه برخوردهای خشونت آمیز بکنن، به راحتی در دادگاه پرونده باز میشه، پرونده کیفری باز میشه و علیه فردی که مثلا خودش خودسر رفته دم خونه یک طلبکاری طلبش رو در واقع درخواست کرده، به راحتی یک پرونده باز میشه و اجازه ندارن که شهروندان با هم دیگه تا این حد مسئله خشونت رو پیگیری بکنن. و اما منوی یات نظام جایی هستش که دست تمام قوانین رو پس میزنه و اجازه میده به افراد خودسر که وارد بشن و مقابله کنن با شهروندان. آیه ایجادی، شما صحبت‌های خانم بنی هاشمی رو شنیدید، بخشی از بدنه آتش به اختیاران رو روحانیت تشکیل داده که اقدام میکنن به نفوذ و شکستن حریم شخصی افراد در جامعه به بهانه حجاب اجباری به خصوص علیه زنان. شما اقدام این روحانی رو در قم، در یک مرکز درمانی، در حال تصویر برداری از مادری مستأصل که کودکی در بغل داره، کودک بیمار، چطور می‌بینید؟ این تصویر چه تصویر بزرگتری از روحانیت امروز به ما میده؟ این سیاست زدگی، این به هر حال قدرت زدگی نهاد روحانیت که الان به ابزاری برای مجری اوامر حکومت تبدیل شده و طی 4 دهه ماهیتش دچار یک دگردیسی شدید شده، الان در حال حاضر جایگاه روحانیت در جامعه ما چگونه جایگاهی است؟ درود به شما و درود به مهمانان گرامی این برنامه و همچنین به همه هممیهنان گرامی در داخل و خارج از کشور. ببینید، آیا روحانیت دچار نوع دگردیسی شده؟ آیا روحانیت و از جمله این فرد آخوندی که علیه یک زن حمله کرد و جاسوسی کرد، به عنوان شهروند محسوب می شود؟ من نگاهم به این ترتیب هست. یک، جمهوری اسلامی یک ایدولوژی است و اون ایدولوژی قرآنی است و در درون قرآن ما نسبت به زن به عنوان شهروند به هیچ وجه احترامی نداریم و گذشته از زنان حتی گروه بندی های دیگر اجتماعی نیست به همین ترتیب. یک. دو، این که تمام دوران 45 ساله جمهوری اسلامی پیوسته پیوسته نقض حقوق زنان به شکل سیستماتیک به اجرا در آمده. تمام حقوق زنان در زمینه حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مربوط به تفریحات و غیر و غیره همیشه مورد تهاجم و محدودیت جمهوری اسلامی قرار گرفته است. از سوی دیگر شما توجه داشته باشید که میزان کسانی که بارها به عنوان آخوند و طلبه و آیه الله ها محسوب می شوند، برابر برخی آمارهای حکومتی چیزی بین 250,000 تا برخی هم میگن تا حدود 400,000 نفر هست. اینها آیا به عنوان در واقع شهروند محسوب میشود؟ نه، از نظر من اینها یکی دیگر از پایه های همین نظام دینی اسلامی موجود در ایران است. این سیستم توتالیتر، این سیستمی هست که دینی هست و بنابراین تجاوز به حقوق شهروند، حقوق زنها جزو در واقع جنبه ساختاری این نظام هستش. ببینید، آنچه که این آخوند انجام داد
یک پدیده مجزا نیست. رژیم نظام جمهوری اسلامی یک ساختار سیاسی نظامی جاسوسی است. یک، این عملیاتش چگونه بوده است. دو، اینکه این نظام متکی هست بر روی افراد مزدور و مبلغان و در واقع کسانی که هجوم ببرن، این بخش دوم. و بخش سوم، حتی این رژیم در جاهای مختلف نشون داده که برخی از افراد عادی رو هم تونسته به جاسوسان خود تبدیل بکند. ولی به هر حال امروز تحولات بسیار زیادی در جامعه ما اتفاق افتاده. روحانیت شیعه با توجه به آنچه که شما پرسشی که مطرح کردید، به دنبال 45 سال در واقع یک تجربه بزرگی بود که به ملت ایران نشون داده بشه که این روحانیت به هیچ وجه نمیتواند در واقع پاسدار امر، در واقع عرضم حضورتون، جنبه اخلاقی و جنبه های مربوط به هر حال انسانی در جامعه ما باشد. چرا؟ به خاطر اینکه این روحانیت از درون نظام تغذیه میکنه. این نظام نظامی هستش که اینها رو به دستمزدبگیران خود تبدیل کرده، یا این افراد به هر حال شبکه های مربوط به این آیت الله یا اون آیت الله وابسته هستش. بنابراین آنچه که مربوط به روحانیت و آخوندها می شود این هستش که اینها به نظر من تغییر ماهوی نکردن. اینها درمانی در قدرت نبودن، آمدن در درون قدرت و تمام نفعشون در نگهداری این نظام هستش. و به همین خاطر هم هستش فردی که میاد در درون اون بیمارستان این تجاوز حقوق زنان میکنه، این ادامه همون نظام بیت خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هستش، داره از نظامی دفاع میکنه که خودش از نظر دینی، ایدولوژیکی و همچنین چه بسا دستموز وابسته به اون هست. و بنابراین این در این نگاه به عنوان یک نظام توتالیته، هر فردی، هر شهروندی در جامعه به عنوان در واقع فردی بیگانه محسوب می شود و این فردی بیگانه باید مرتبا در واقع به جاسوسی ادامه داده بشه، به تنبیه آنها ادامه داده بشه، تا اینکه کل جامعه رو زیر کنترل خود در واقع قرار دهد. آقای خلجی، آقای ایجادی به موارد مختلفی اشاره کردند، از جمله جاسوس پروری حکومت، از جمله اینکه به هر حال این ماهیت اصلی آخوندها هست و تا کنون خب به هر حال قدرت دستشون نبوده، ولی الان که قدرت دستشون، اون ماهیت اصلیش رو دارن بروز میدن. تصاویری که از این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و مشاجره سختی لفظی که این مادر با این روحانی داشت در شبکه‌های اجتماعی هم وایرال شده بود و در شبکه‌های اجتماعی اتفاقا به نکاتی که آقای ایجادی اشاره کردند هم کاربران واکنش نشون دادن، از جمله در مورد نفرت مردم از دین، از دین نوشتن، از مذهب نوشتن، از آخوند نوشتن. شما در حال حاضر جایگاه روحانیت رو در کشور چگونه جایگاهی می‌بینید؟ طی 4 دهه سیری که روحانیت طی کرده به لحاظ اقبال عمومی چگونه سیری بوده؟ سلام بر شما و همینطور بر دو مهمان گرامی و بینندگان گرامی شما. ببینید، روحانیت با روحانیت شیعه در عصر جدید فاقد توانایی فکری و توانایی اجتماعی بود برای اینکه خودش رو با شرایط دنیای مدرن وفق بده. و اگر یک سری اتفاقات تاریخی نبود، شاید روحانیت امروزه به صورت خیلی حاشیه‌ای و یک بنیان نهادی کمابیش در حال اضمحلال در جامعه ایران زندگی میکرد. اما اتفاقاتی افتاد در دنیا و همینطور در ایران که موجب شد که روحانیت بتونه فقر فکری و فقر به اصطلاح عقلانی خودش رو با ثروت و با قدرت بپوشونه و در جریان انقلاب ایران قدرت دست بالا رو بگیره. اما اینو توجه بکنید که انقلاب ایران یک حادثه انقلابه، یعنی انقلاب یعنی تمام ساختارها و طبقات اجتماعی پیشین از بین میره و یک چیز کاملا جدیدی میاد.
انقلاب ایران محصول فقط روحانیت نیست. روحانیت در زمان پهلوی شاید 10% موافق بودن یا هوادار آقای خمینی بودن، طبق آمار به اصطلاح آمارهایی که جامعه شناسان نوشتن و گفتن. بخش مهمی از روحانیت که علمای بزرگ و آقای خمینی موافق نبودن، چه در نجف چه در قم. اما بخش سنتی و مذهبی جامعه یک طرف، بازار یک طرف و همینطور گروه‌ها و سازمان‌های غیر مذهبی که با شاه مبارزه می‌کردن، اینها همه زیر عبای آقای خمینی جمع شدن و در نهایت انقلاب ممکن بود. وگرنه نه آقای خمینی چنان محبوبیت و شهرت فراگیری داشت که بتونه همه مردم ایران رو برای انقلاب بسیج بکنه و نه اساساً امکان این وجود داشت. آقای خمینی وقتی انقلاب کرد یک پیرمرد 74 ساله بود که حتی فارسی هم خیلی درست نمی‌تونست صحبت بکنه. بنابراین اون اگر همچین کار عظیمی کرد، به شبکه بسیار گسترده‌ای از تحصیل کرده های دانشگاهی، دکترها، مهندس‌ها انجام داد و در موفق شد یک نظام توتالیتر، یعنی یک نظام تمامیت خواه، یک نظام که بدترین نوع اقتدارگرایی هست و هرگز در ایران سابقه نداشته، چون این چیزی رو بسازه. وقتی که میگیم توتالیتر، یعنی یک دستگاهی است که حد و مرز نداره، همه چیز رو میخواد فرا بگیره. اولا یک به اصطلاح سوداهای جهانی داره که تمدن جهانی درست کنه، حکومت جهانی درست کنه، بنابراین خودش هم ولی امر مسلمین جهان میخونه. هیچ مر اقتدارش یا حاکمیتش هیچ مرزی نداره. و از اون طرف در داخل کشور هم برخلاف دیگر انواع استبدادهای سنتی، مثل مثلا استبداد سلطنتی، بین دولت و حکومت و مردم، بین بخش خصوصی و بخش عمومی و بخش بین نهادها و به اصطلاح سازمانهای مختلف اجتماعی، مرزهای خیلی مشخصی نیست. یعنی ما نمیدونیم که این روحانیت کجاست، قم، تهران، همه جاست، همه جا. و چه شغلی انجام میده؟ اینا که فقط امام جماعت نیستن، حدود 250 تا. یعنی دقیقاً آقای خلجی، پرسش من همینجاست. ما قبل از اینکه بخوایم به انشقاق حالا طبقه روحانیت بپردازیم که چه دستایی هستن موافق حکومت یا مخالف، بحث هم این هستش که این سیر اقبال عمومی روحانیون از ابتدای انقلاب تا الان به چه صورت بوده، مردم چقدر نگاهشون به روحانیون با توجه به عملکرد نهاد روحانیت تغییر کرده. اگر خلاصه این رو پاسخ بفرمایید که ما به مهمان‌های دیگه هم برسیم. ولی چون شما میفرمید روحانیت، من باید بگم روحانیت چیه، چون تصور ما از روحانیت معمولا یا تصور روحانیت مثلا غربی یا روحانیت قبل از انقلاب، چون این چیزی وجود نداره. ما مرزی بین روحانیت و بقیه اقشار جامعه نداریم، همونطور که سپاه هم چنین نیست و بقیه نهادها. بنابراین یه دستگاهی است که روحانیت به تنهایی نمیتونه اداره‌اش بکنه. ما با یه سیستم بسیار پیچیده و گسترده مواجه هستیم که بخش عمدهش پنهانه، مثل امپراتوری مالی آقای خامنه‌ای. آیا اساساً معتقد به این هستید که این اعتبار روحانیت نزد مردم و افکار عمومی خدشه‌دار شده تا این که چهار دهه؟ بالاتر از مسئله بالاتر از روحانیت، ما اسلام به طور کلی با برخورد با تجدد نتونست در حقیقت هم خودش رو بفهمه هم تجدد رو. بنابراین ما از سید جمال اسدآبادی آغاز کردیم و رسیدیم به ایمن الظواهری و اسامه بن لادن و آقای خامنه ای. یعنی یک سقوط بسیار تند و این پایان مطلق اقتدار مذهب حداقل در ایران خواهد. خانم بنی هاشمی، من باز میخوام برگردم به جنبه های حقوقی این قضیه. این سیاست یا رویکرد یک بام و دو هوای قوه قضاییه یا همون دبل استاندارد یا استانداردهای دوگانه قوه قضاییه رو در مورد این کیس مشخص، این پرونده مشخص چطور میبینید؟ اگر به غیر از یک آخوند و یک روحانی در اون مرکز درمانی شخصی عادی مرتکب این کار میشد و به این صورت حریم شخصیه کسی رو مورد تجاوز قرار میداد، عکس می گرفت، دستگاه برخورد دستگاه قضایی ممکن بود که چه تغییری کنه؟ ببینید، این استانداردهای دوگانه‌ای رو که شما به روشنی و به خوبی بهش اشاره کردین دقیقاً مطلب درستیه. این که ما در واقع در پاسخ به سوال شما در قسمت آخر سوالتون که بله، ما مثلا بر طبق قوانین جرایم رایانه‌ای زمانی که یک نفر اقدام بکنه به عکس گرفتن از یک شخص دیگه، در واقع حریم خصوصی یک نفر رو میشکنه به صورت در واقع معنوی، این شکست نمیشه و فرد میتونه مورد
اتهام قرار بگیره. از این جهتی که اگر به جای این فرد روحانی مثلا یک مرد بود و آزارگر بود میخواست این کار انجام بده، به راحتی خب مردم هم به اصطلاح شاهد بودن، دوربین ها هم شاهد بودن و میتونست باعث موجب باز شدن یک پرونده کیفری بشه. اما این انشقاق، این استاندارد دوگانه، بحث امروز و دیروز نیست، بحث از روزی هستش، از خرداد سال 58 هست که روح الله خمینی دستور باز شدن دادگاه های ویژه روحانیت رو داد، زمانی که البته در واقع مبنای تفکری اون دادگاه‌های ویژه روحانیت بر مبنای تصفیه کردن و تصفیه حساب با قشری از روحانیان بود. آقای خلجی موضوع رو بهتر میدونن و اینکه در واقع تلاش بکنن بسیاری از روحانیان رو در همین دادگاه‌های مربوطه کنار بزنن، خلع لباس بکنن و در واقع به نوعی از حلقه قدرت کنار بزنن. اما رفته رفته این دادگاه ویژه روحانیت که به نظر میومد یه دادگاه موقتیه و قرار نیست که حالا بخواد به کار خودش ادامه بده، دادگاه انقلاب ادامه داد و همچنان بعد از 45 سال در واقع این دادگاه ویژه روحانیت هست که باید به جرائم کیفری روحانیون رسیدگی بکنه. خب ببینید، همینجا مسئله استاندارد دوگانه به صورت پایه‌ای برنامه ریزی شده. اینکه اساساً افرادی که امامه به سر دارن از اون در واقع شهروند برتری برخوردارن، از شهروند درجه یکی برخوردار هستن که حتی با افراد عادی نباید در یک دادگاه بشینن. یعنی جمهوری اسلامی که به مسئله کاپیتالیسیون اشاره داشت و بر اساس اون در واقع میخواست تغییراتی قرار بده، حتی اومد دادگاه های ویژه تری بعد از انقلاب قرار داد که افراد روحانی رو نتونیم در دادگاه های عادی مورد بازخواست قرار بدیم. این دادگاه ها میدونیم که عملا مسائل در واقع روند دادگاه غیر علنی، معمولا از ورود خبرنگاران جلوگیری میشه، اگر که تازه قسمت دادسرای اون اصلا بپذیره که یک پرونده کیفری که یه فرد آخوند بخواد باز بشه. بنابراین در این مورد خاصم اگر نگاه بکنید، همین استاندارد دوگانه هستش که باعث میشه تا الان در واقع افراد دستندرکار، افرادی که معمم هستن در قوه قضاییه، به طرفداری از شخص دیگری که به هر حال اینها همه در یک صنف هستن، به طرفداری از هم دیگه میپردازن. نماینده مجلسی که در تهران طرفداری میکنه، باز هم یک آخوند شخص دیگری که در اتوبوس در شیراز میخواد نشون بده که اون فرکار درستی کرده، باز هم یه آخونده، برای اینکه اینها در این رسته شهروندی درجه یکی کاملا پایدار شدن، قرار گرفتن و قانون لازم رو هم در این رابطه پیشاپیش تصویب کردن که برای اینکه در لحظات این چنینی که نیاز هست یک دادگاه کیفری علنی و با عدالت باز بشه، هم در واقع از این مسئله جلوگیری کنند. آقای ایجادی، خانم بنی هاشمی به درستی اشاره کردند به سیاست دوگانه قوه قضاییه یا دستگاه قضایی ایران که به هر حال یک حاشیه امنی برای آخوندها و روحانیت باز کرده. خب ما میدونیم که در رأس نظام جمهوری اسلامی یک روحانی است. قوانین کشور منبعث از فقه شرع هست که مجموعی از آخوندها اون رو وضع کردند و در جای جای سیستم، از سیستم قضایی تا سیستم آموزشی، ما تسلط روحانیون رو بر امور جاری کشور میبینیم. آیا میشه جنبه از زندگی شخصی مردم و نابسامانی هایی که در زندگی فعلی مردم وجود دارد منفک از عملکرد روحانیون در جامعه ایران تصور کرد؟ ببینید، نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایدولوژی خودش از همون ابتدا نمیتوانست مداخله در امور فردی و شخصی افراد نکند. به خاطر ویژگی توتالیتاریسم اسلامی یا نوعی فاشیسم اسلامی، مداخله کردن تا حد کنترل رفتار و ناخودآگاه انسانها به پیش می‌رود. این که چه میزانی میتواند در واقع شکست بخوره یا نخوره برمیگرده به مناسبات اجتماعی و آگاه در درون جامعه و در واقع مسئله فرهنگ و قانونگرایی در ذهنیت جامعه. ولی که آن چیزی مربوط به آنها هست، اینها همه جا باید حضور داشته باشند، همه در واقع روزنه ها رو در واقع اینها باید ببندن، زیرا از طریق این دیکتاتوری مطلق هست که اونها میتوانند خود رو بر سر قدرت نگه دارن. ببینید،
ببینید بر پایه در واقع علارغم اینکه اینها تقیه دارن، علارغم اینکه با همیشه اینها دروغ گفتن، آنچه که انجام دادن اون در قبل از انقلاب اسلامی که در واقع به قدرت رسیدن نوعی فاشیسم اسلامی هستش، وقتی که اینها به قدرت رسیدن در واقع به امکانات بسیار بسیار کلان اقتصادی، مالی و قدرت سیاسی رسیدن و این بود اون امتیاز کلانی که اینها رو در واقع در موقعیت بسیار سلطه طلبانه قرار میدادش. حالا آیا اینها می توانند نسبت به جامعه تولرانس داشته باشند یا در واقع به نوعی جامعه رو به نحوی در خودمختاری شهروندانه خودش در واقع در راحتی قرار بدن؟ هرگز. به خاطر که نظام جمهوری اسلامی انسانها رو باید به عبد تبدیل بکنه، به برده تبدیل بکنه. زن در نظام جمهوری اسلامی باید یک برده تمام عیار باید باشه، بر اساس آیه های قرآنی، بر اساس فقه شیعه و بر اساس پراتیک جمهوری اسلامی. و به همین خاطر هم هستش که در درون این نظام شما هیچ وقت نمیتوانید انتظار بر این داشته باشید که این خودشو اصلاح بکنه. از همون ابتدا نظام ایدئولوژیک گندیده‌ای هستش و این نظام در برابر خواستای جدید همیشه جامعه قرار گرفته و دارد و در ارتباط با تمام تحولات جهانی هم که برمیگرده به حقوق انسان‌ها پیوسته مقابله کرده و می‌کند و به این ترتیب هستش که بنابراین من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی اگر امروز ایزوله شده، منزوی شده که شده، به خاطر اینکه بر اساس برخی سنجش‌ها گفته می‌شود 80% مردم مخالف جمهوری اسلامی هستند، 70% در واقع خواهان این هستند که در واقع جمهوری اسلامی دیگه به پایان برسه، 70% حدوداً گفته می‌شود که مخالف وجود دین در درون مدرسه هستند. این بیان چیست؟ بیان یک تحول فکری، روحی سکولار در جامعه، تمایلات به نقش زنان در این جامعه هستش، آزادی انسان و برای این امر فقط و فقط از مجموعه هم اسلام، هم به عنوان اسلامی که در قدرت هست، هم نظام موجود باید خارج شد. در وجود این نظام با هر گرایش اصلاح طلب این رنگ بیاد یا اون رنگ بیاد، همه اینها تا زمانی که میخوان ساختار در واقع ایدئولوژیک رو نگه دارن به ناگزیر به همین خفقان ها ادامه خواهند داد. آقای اجادی، من میخوام این پرسش رو خودتون پاسخ بدید، البته خیلی کوتاه. این تحول فکری که در جامعه بهش اشاره کردید، مرادتون این هست که مردم از نهادی مثل دین یا قشری مثل روحانیت عبور کردند؟ بله، به نظر من عبور کردن. ببینید شما بر اساس باز برخی سنجش‌ها گفته میشود که امروز جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ایرانیان در واقع 100% مسلمان هستند، 90% شیعه، 10% اهل سنت، بقیه هم زیاد به حساب نمیاره. امروز تمایل هایی رو ما داریم که نشان میداد که ایرانیان گفتن که 32% اونها به شیعه گری در واقع به عنوان اعتقاد خود نگاه میکنن و برای اهل سنت 5%. بنابراین امروز اسلام در جامعه ایران به اقلیت در غلطیده. از سوی دیگر تمام تمایلاتی که علیه در واقع قوانین جمهوری اسلامی هستش، نهاد روحانیت هستش و همچنین در واقع خود اسلام هست، در واقع بیان این هستش که این دین داره در حال فرو ریختن هستش و فاصله گرفته میشه و نسل‌های جدید، افراد آگاه جامعه میدانن که رسیدن به حقوق بشر از طریق دیگری میسر خواهد بود. آقای خلجی، ارزیابی شما رو در مورد صحبت‌های آقای ایجادی می‌شنویم که گفتن که جامعه ایران دچار یک تحول فکری شده به نحوی که تا حد زیادی از دین عبور کرده. البته من می‌خوام اینجا به یک نکته دیگری هم اشاره کنم. یک کاربری که از مقامات سابق وزارت ارشاد هم بوده، در واکنش به همین اتفاقی که در یک مرکز درمانی در قم افتاده، در توییتی نوشته که اگه از شما سوال شده نقش روحانیت
انقلابی در رشد و سعادت و ارتقای معنوی جامعه ایران چیست؟ این تصاویر که مقصود همون تصاویر درگیری لفظی آخوند با این خانم هست، این تصاویر رو بهش نشون بدید. از منظر شما عملکرد دستگاه روحانیت چقدر به این نهاد آسیب زده و آیا فکر میکنید جایگاه روحانیت به موقعیت قبل از سال 57 برگرده؟ اجازه بدید من دو سه نکته رو توضیح بدم. ما مدام از روحانیت حرف میزنیم، چیزی به نام روحانیت وجود نداره. یعنی اون تصوری که ما داریم یه نهاد هست، یک به اصطلاح صنف هستن، یک منافع مشترکی دارن، یک اجندای مشترکی دارن، ایدئولوژی مشترکی دارن، چون این چیزی وجود نداره. جمهوری اسلامی و ولی فقیه آقای خمینی، آقای خامنه‌ای همونقدر روحانیان قربانی کرده هر موقع که دلش خواسته که بقیه مردم. برای آقای خمینی اون که مهم هست و برای ولی فقیه قدرت مطلق خودش هست. آقای خمینی گفت برای حفظ نظام حتی امام زمان هم میتونیم جانش رو بگیریم، یعنی جان امام زمان هم ارزش نداره. بنابراین ما داریم از یه فرم جدیدی از حکومت حرف میزنیم که مدرنه. نظام وقتی میگیم توتالیتر، نظام توتالیتر محصول تکنولوژی کامیکیشن و ارتباطی است. منظورتون از نظام مدرن نظام جمهوری اسلامی هست؟ مدرن به چه معنا و محتوایی؟ تمام نظام های توتالیتر، اصلا نظام توتالیتر چرا به وجود میاد؟ نظام توتالیتر به اصطلاح فرقش با نظام های استبدادی دیگه اینه که نمیخواد فقط قدرت سیاسی رو بر شما اعمال کنه، نمیخواد ثروت شما رو در حقیقت در اختیار بگیره، نمیخواد در قلمرو عمومی فقط سلطه داشته باشه، بلکه میخواد شما رو نابود کنه، از نو یک آدم جدیدی بسازه. شما اول برنامه از آقای خمینی نقل کردید، یه جمله رو بعد از این میگه، میگه نه تنها آب مجانی میکنیم، برق مجانی میکنیم، شما رو به مقام انسانیت میرسونیم. یعنی چی؟ یعنی اینا دنبال این نیستن که مثلا فرض کنید حکومت کنن، یه پادشاهی میاد یه پادشاهی دیگه بیاد، نه، اینا میگن جامعه باید نابود بشه، انسان باید نابود بشه اون چه هست و یک چیز از نوع جدیدی به وجود بیاد. این ایده ایست که اون رو توتالیتر میکنه، یعنی اونا میخوان همه چیز رو تغییر بدن. این یک چیزیست یا یک ایدئولوژیست که تنها زمانی ممکن شد که علم مدرن و تکنولوژی مدرن به اوج پیشرفت خودش رسید. یعنی اگر علم مدرن و تکنولوژی مدرن به پیشرفت بسیار حیرت انگیز دست پیدا نکرده بود، نه فاشیسم در ایتالیا به وجود می آمد، نه نازیسم در آلمان. هولوکاست یک تکنولوژی بسیار پیچیده بود، نیازمند مهندسان و پزشکان بود. توجه میکنید؟ بنابراین گرایش هایی که ضد مدرن هست اصلا خودشون هم مدرنن. یعنی فقط در با این تکنولوژی هسته‌ای است که شما میگی من میخوام عالمو بگیرم. اگر شما تکنولوژی هسته‌ای نداشتی یا اینکه رسانه‌ها نبودن که فتوای سلمان رشدی نمیتونستید بدید. بنابراین وقتی هم که صحبت میکنیم راجع به قانون در ایران، خانم دکتر بنی هاشمی درست میگن، ولی اصطلاح استاندارد دوگانه مخصوص جوامعی هست یا نظام‌هایی هست که درش حاکمیت قانون وجود داره. در جمهوری اسلامی رسما رهبر جمهوری اسلامی آقای خمینی رسما گفته که حفظ نظام از شریعت، از قانون اساسی مهمتره و میگه اگر حکومت بخواهد میتواند تمام قراردادهاش رو با مردم یک طرفه فسخ بکنه و به همه مردم هم دستور داده جاسوسی بکنید و اگر لازم باشه شراب هم بخورید، دروغ هم بگید. یعنی آقای خمینی به اصطلاح هیچ گونه اقتداری جز اقتدار خودش قائل نبود. خانم بنی هاشمی، اگر که نکته یا ملاحظه در مورد صحبت های آقای خلجی دارید بفرمایید. من میخوام روی بحث دیگری برم و اون بحث سکوت علما هست در قبال اتفاقی که داره در مورد جایگاه روحانیت در جامعه میفته. خب خیلی ها از این مسئله انتقاد کردن در جامعه و گفتن که این سکوت یک سکوت فاجعه بار هست. به نظر شما دلایل این سکوت چیست و چرا روحانیت نسبت به تنزل جایگاه خودش سکوت پیشه کرده؟ خب این اتفاقاً با صحبت‌های آقای خلجی هم بی ارتباط نیست که به اصطلاح روحانیت رو یک صنف نمی‌دونن. اتفاقاً همین سکوت اونا نشون میده که چقدر این افراد با همدیگه خودشون رو در یک صنف می‌دونن. برای اینکه به لحاظ بودجه‌ای هم اگر نگاه بکنین، خیلی از حوزه‌های علمیه محتاج به اصطلاح بودجه از طرف رهبر هستن. بنابراین سکوت خیلی از اونها به منزله این هستش که آیا می‌خوان اونها این هزینه رو از دست بدن،
آیا این در واقع ممکنه با انجام یک خطای یک هزینه ای رو برای خودشون به دنبال داشته باشه. به هر حال من معتقد هستم که روحانیت در ایران به اون به صورت یک، اگر چه سندیکایی ندارن به عنوان یک اتحادیه، اما در یک صنف قرار میگیرن، در یک سمت قرار میگیرن، چنانچه تا اینجا ما ندیدیم که روحانیونی که حتی به نام هستن، تفاسیر مهم قرآنی هم دارن، در به اصطلاح کمتر دیدیم که در مقاطع مهم تاریخی بخوان در ارتباط با غیر همسنف خود، در ارتباط با همسنفان خودشون بد بگن، بخوان بیان ورود پیدا بکنن. و کسانی هم که این کاری کردن بسیار هزینه دادن که خب چند نفری، اندک نفری هم بیشتر نیستن، و ما میدونیم که چطور منجر به حصر خانگی شده، منجر به خیلی اتفاقات دیگر براشون شده، یعنی از در واقع از صنف نزدیک و از اون اتحادیه به بیرون رونده شدن. بنابراین همین مسئله در واقع دادگاه‌های ویژه داشتن، تمام در واقع خیلی از مسائل قانونی به نفع اونها بودن، اینها همه مسائلی هستش که ورق‌های برنده‌ای هست که در دست افراد این صنف قرار داره، و تا به اینجا در واقع تعداد خیلی کمی هستن که از این موضوع پس زدن و نخواستن که در این رابطه بخوان باقی بمونن. این نکته رو هم دوست دارم اینجا بهش اشاره بکنیم که اگر در همون صحبتی که فرمودین که ما شما رو به مقام انسانیت میرسونیم، ببینید یکی از مهمترین کارکرد روحانیان از ابتدای انقلاب این بوده که ما بر روی بخش فرهنگی کار خواهیم کرد، چون ما آخوند اقتصاددان که نداریم، آخوند پزشک که نداریم، اونها در صنوف دیگه که متخصص نیستن، اما در صنف معنویت و فرهنگی کاری هستش که در واقع پیشینه‌شو ادعا میکنن دارن و میخواستن کار انجام بدن. امروز ما میدونیم که میبینیم که مسئله اینکه یک آخوندی با اون خانم اونطور در واقع رفتار میکنه، همین تنزل مسئله فرهنگی هستش که اونها نتونستن حتی مسئله حجاب رو به صورت یک فرهنگ غالب در جامعه آموزش بدن و پذیرفته بشن. بنابراین میتونیم بگیم که دستاوردشون به لحاظ فرهنگی هم متاسفانه با شکست مواجه شده. آقای ایجادی، خانم بنی هاشمی اشاره کردند به روحانیونی که به هر حال در مقابل قدرت ایستادند، در مقابل بی‌عدالتی ها، ظلم ها، سرکوب ها و هزینه ها دادند. خب البته تعدادشون خیلی انگشت شمار بود. در مورد رفتار حاکمیت با چنین روحانیون، با روحانیون منتقد، شما چطور فکر میکنید؟ و آیا فکر میکنید که اگر حالا روحانیونی باشن که منتقد قدرت باشه و بخوان صدای مردم باشن، چطور باید صداشون رو به گوش مردم برسونن؟ ببینید، روحانیت به نظر من یک قشر اجتماعی بزرگ است. اینکه در درون روحانیت به عنوان یک گروه بندی بزرگ دارای اختلاف نظر وجود دارد، یا حتی از نظر اقتصادی تفاوت‌ها وجود دارد، بله، ولی که فقط در واقع معیار ما در تعریف یک طبقه نگاه مارکسیستی نیست که اون رو بر پایه به فرض جنبه اقتصادیش در نظر بگیریم. شما خود این کلیت این روحانیت رو ببینید، جنبه ایدئولوژیک داره، برابر، همه جانبه، برای همه. جنبه سیاسی حمایت از این نظام رو داره، در سایه نظام دارای امنیت هستش، و بنابراین آنچه که برای این خودش طرف تصور میکنه، آینده مشترکی رو میبینه که آینده خود او در ادامه همین نظام هستش. بنابراین آقای ایجادی، پرسش همینجاست، روحانیت آینده خودش رو چطور میبینه؟ آینده خودش در همین نظام هست. این که افرادی به عنوان نمونه آقای منتظری مخالف بود و آمد برخی در واقع اون جنایات در درون زندان اوین رو افشا کرد، ولی خود آقای منتظری در ضمن ایدئولوژ اسلامی شیعه‌گری بود، یکی از در واقع هم نظر دهندگان در ارتباط با ولایت فقیه بودش. بنابراین اینها همه اونهایی که سکوت میکنن، نفعشون در ادامه همین نظام هستش. اونهایی که بسیار بسیار در واقع چاقوکشی میکنند و در میدانها هستند، به همین ترتیب اونهایی هم که پیش نمازها و آیت الله هستند، باز به همین ترتیب یک تقسیم کار اجتماعی ایدئولوژیکی در میان اینها وجود دارد، ولی که همه اینها همبسته هستند و برابر این سقوط این رژیم به زیان همه اونها خواهد بود، زیرا پس فردا که
اونهایی هم که در درون قدرت نیستن میگوین به عنوان نمونه ما، ایدولوژی ما، اسلام شیعه ما به فرد در درون قانون اساسی یا در درون مدرسه باید باشد، حال آنکه ما میگوییم جامعه ای که امروز ما باهاش مواجه هستیم تمایل عمیقی داره در طرد قطعی این مجموعه در واقع دینی. و در ضمن این نکته آخر هم هستش، خیلی کوتاه فرصتمون کمه، خیلی کوتاه، که اینها به فرض سندیکا ندارن ولی در این حال اینها دارای حوزه ها هستند. همه این حوزه ها و نهادهای گوناگون دولتی در واقع حافظین منافع همین روحانیت هستند. دقیقاً همینطوره. آقای خلجی، کاظم صدیقی امام جمعه تهران نکته رو اشاره کرده، گفته دشمن داره تلاش میکنه روحانیت نسبت به وظیفش بی‌اعتنا باشه. فکر میکنید حکومت از روحانیت چه انتظاری داره و شما آینده روحانیت رو چطور میبینید؟ بله، بالا راجع آینده روحانیت میتونیم صحبت کنیم، ولی این نکته رو توجه کنید، چیزی که فهمیدید راجع به کسانی که روحانیانی که مخالف بودن، گفتید اندک شمار بودن، خانم بنی هاشمی از دادگاه ویژه روحانیت نام بردن. دادگاه ویژه روحانیت 40 ساله داره کار میکنه و نمیشه که مخالفان 40 سال فقط چند تا اندک شمار باشن. من در عمرم کاری که نکرده باشم حداقل بیش از 20 ساله که راجع به روحانیت دارم کار میکنم، کتاب نوشتم به انگلیسی به فارسی. مقصود من در مقابل تعداد کسانی بود که موافق هستن. اجازه اون چه ببینید، کسی که میگه خدا نیست، دین خرافه است، روحانیت نامشروعه، یعنی هم به علم تعهد داره هم به واقعیت. چون به واقعیت تعهد داره میگه که من دین و خرافه میدونم. خب پس اگر شما به واقعیت یعنی به فکت، به جهان فکتوال تعهد دارید و به علم تعهد دارید، نمیتونید بگید چون من دین رو قبول ندارم پس واقعیت اجتماعی دین رو قبول نداشته باشم. بیا میگید داستانی راجع به روایتی میگم راجع به فکت ها که کاملا ساختگیه. ما زمانی علمی فکر میکنیم که اولا علل خلجی فرصت برای بحثای تئوریک نداریم، فقط من میخواستم از شما بپرسم که حکومت چه انتظاری از روحانیت داره؟ ببینید بحث تئوریک نیست، بحث اینه که شما بر چه مبنایی حرفا رو میزنید. مگه میشه آدم بدون غیر به اصطلاح غیر تئوریک حرفایی رو بزنه؟ اگر جمهوری اسلامی شکل گرفت، اگر آقای خمینی قدرت پیدا کرد، در وهله اول به خاطر کمک به اصطلاح احزاب مثل حزب توده و مارکسیست ها بود، یعنی همون جریانی که ایشون بهش تعلق داشته. بنابراین آقای خمینی که نمیتونست اقتصاد درست کنه، اقتصاد ما نمیدونم بمب هسته‌ای ما، نمیدونم بانکداری ما محصول دکتر مهندسایی بودن که اینها بنیادگرا بودن، اینا بمبساز بودن، اینا طرفدار به اصطلاح گرفتن جهان بودن، حاضر بودن خودشونو بکشن، انتحاری باشن. بنابراین وقتی که آقای خلخالی آدم میکش اعدام میکرد، همین حزب توده آقای اعلامیه میداد و از آقای خلخالی میخواست بیشتر بکشه و اون کسانی رو که باهاش مخالفت میکردن در حقیقت مزدور استکبار جهانی و نمیدونم نیروی فلان میدونست. این در نظر بگیر روحانیت چیز نیست خانم. مسئله اینه که شما میخواید بگید روحانیت، آقای ایجادی میفرمان روحانیت 250 نفر هست و من اینها رو به عنوان شهروند قبول ندارم. 250,000 نفر، 250,000. بله شما آماری که میدین آمار کاملا از بین دست خودتونه، یعنی شما به فکر آمار روزنامه‌های حکومتی. این موضوع 20 ساله نوشتم، به انگلیسی فارسی درس دادم دانشگاه، نفرمایید این حرفا رو. اگر ولی کسی بگه 100 نفرن یا 1,000,000 نفرن، من اینها رو به خاطر اینکه دستشون در جنایت و جرمی آلوده بوده، من اینا رو شهروند نمیدونم. این فاشیستی ترین طرز تفکره. شما حتی هیتلر رو نمیتونید بگید حقوق شهروندی نداره، شما حتی هیتلر رو نمیتونید دیهیومنایز بکنید و حق حقوق بشرش و صدام حسین رو هم شما نمیتونید بگید شهروند نیست، حقوق شهروندی نداره و من میتونم مثل زباله باش رفتار بکنم. این تفکر درست تفکر جمهوری اسلامیه. پس بنابراین جمهوری اسلامی، اجازه بدین آقای ایجادی شما اگه پاسخی دارین با آقای خلجی بدین، چون فرصتمون محدوده. بله، ببینید، یکی این که آقای خلجی فرمودن که چیزی به عنوان روحانیت وجود ندارد، این جز ذهنیگری چیز دیگری نمیتواند باشد، به عنوان یک واقعیت اجتماعی تاریخی وجود دارد. همه این تعداد، حتی تعدادی هم که شما میگویید، من نمیدونم چند نفر میگویید، اینها به عنوان یک واقعیت اجتماعی است. یک. دو، این که در ارتباط با مدرنیزاسیون و مدرن سازی، حکومت جمهوری اسلامی یک از تمام تکنولوژی استفاده میکنه و یک نظام
ارتجایی و آنتایی که فرصتمون تمومه. خیلی متشکرم از شما مهمانان گرامی پگاه بنی هاشمی، جلال ایجادی استاد دانشگاه و مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران. سپاسگزارم از شما و ممنون از شما که تا پایان برنامه همراه ما بودید. تا فردا همینجا همین ساعت، شب و روز شما خوش.